درود دوست من، وقت بخیر باشه. پرسشی در مورد پردای ساز تار و ستار از من شده، در عنوان اینکه چرا پردای ساز من بعد از مدتی شل میشه یا پاره میشه. اطلاعاتی رو در اختیارتون قرار میدم و به یه سری جزئیات میپردازیم. ببینید، پردای سازهای حرفه‌ای از جنس الیاف روده حیوانات هستن که دقیقاً با رسیدن کمی رطوبت به این پرده ها پرده های شل و سفت میشن و در طول ساز حرکت میکنن و بعضیشون هم باز میشن. اما یه سری سازنده های ما مثل تولیدی مشهود پرده ها رو با یه سری مواد شیمیایی دیگر ترکیب کرده، مثل پلاستیک. حالا من اطلاعاتی ندارم که رطوبت این پرده رو تا حد زیادی مقاوم کرده در برابر باز شدن، شل شدن یا سفت شدن. خب ناگفته نماند پردهایی موجود هستن در بازار تحت پردهای پلیمری یا پرده پلاستیکی که برای هنرجوی مبتدی خوبه. یعنی شما یک پرده پلاستیکی روی سازتون ببندید، ممکنه تا 5-6 سال هم این پرده جواب بده و نهایت بازش کنید. اما وقتی که بازش میکنید میبینید که پرده پلاستیکی جای خودش رو دسته ساز گذاشته و اگه بخوای یه پرده دیگری، یه پرده نو و طبیعی روی سازت بندازه، هنگامی که میخوای پرده رو بالا پایین کنید، این شیارای پردهای قبلی باعث میشه که پرده حرکت نکنه روی ساز و ایجاد درد سر بشه و سازی که جای این پردهای پلاستیکی روی دستش مونده باشه از ارزش خریدش خیلی میاد پایین تر. توصیه میشه اگه سازون حرفه‌ای باشه به شما پرده های غیر طبیعی روش نندازید. یک مدل پرده دیگری که زیاد دیدم استفاده میشه، پردهایی هستن که از نخ جراحی ساخته میشن، بسیار نخ جراحی محکمه و شما یک بار اگه روی سازتون ببندید ممکنه تا همیشه بتونید از سازتون استفاده کنید. بیشتر برای سازهای مبتدی این کار انجام میدن، ولی خب یکی دو بار که ساز عوض کردی اون موقع پردهای طبیعی بگیر. هنرجوی مبتدی خیلی دردسر بزرگی براشون که نخست پردهای سازشون رو عوض کنن، دوم دردسر بزرگتر اینه که حالا پردهای ساز رو تنظیم کنن. یعنی من واقعا به جای رسیدم که دیگه پیشنهاد نمی کنم اگه شما هنرجوی مبتدی هستید برید پرده طبیعی ببندید. پرده طبیعی الان من خشن برات واضح میگم، من الان در یک مسافرت که هستم وقتی که ساز میزنم یکودار میبینم که پرده کمی بالا پایین شده یا شل و سفت شده، هم زمانی که میشنوم سازم رو پرده رو تنظیم میکنم. به هر حال من میتونم این کار رو انجام بدم، ولی خب هنرجوی که مبتدی باشه کافی یه پرده یه میلیمتر بالا پایین بشه صدای سازش فالش میشه، اون موقع بعد یک مربی یا یک استاد پیدا کنه که پرده های سازش رو تنظیم کنه. تو این پروسه ممکنه گوشش به صداهای نامیزونی عادت کنه، پس من هیچ وقت تعصب به خرج نمیدم که در ابتدای کارتون حتما از پرده طبیعی استفاده کنید. بذارید یکی دو سال بگذره، صدای اصلی ساز به گوشتون بشینه، یه سری اطلاعات کسب کنید، بعدش اون موقع پردهای با کیفیت تری روی سازتون ببندید. پس حالا گفتم پردهای طبیعی باز سازندهای مختلفی دارن که من پردهای مشهود رو روی سازم استفاده میکنم. تعادل بین الیاف پلاستیکی یا غیر طبیعی و طبیعی در این ساز جوری رعایت شده که شما وقت نوازندگی میکنیم اون صدای اصیل ساز رو میشنویم، ولی وقتی یه پرده پلاستیکی روی ساز ببندید ببینید صدا خیلی صافی به شما میده ها، ولی اون صدای به اصطلاح نوازنده های موسیقی ایرانی به دل نمیشینه یا در هارمونی با ساز نیست. خب در جای دیگه این نکته خیلی مهمه که میگم، پرده پلاستیکی وقتی شما استفاده میکنید وقتی میخواید ناله بدید به دلیل سرقلی بودن سطحشون اکثر اوقات زیر دست سر میخورن، یا شما وقت میخواید اتود بزنید دست از حاشیه ساز سر میخوره میاد پایین، یعنی اون گیرایی یا چسبندگی سیم به پرده به وجود نمیاد. خب بازم پرده پلیمری که در بازار هست گرچه پلاستیکه اما سطح صیقلی بودنش از پرده‌های کاملا پلاستیک مثل نخ‌های جراحی یا پرده‌های ماهیگیری که استفاده می‌کنن
از اونا این سرقلی بودنش کمتر رو جواب میده. خب پس یه سری ایرادات هم داره، اما در کل شما وقتی که چوب رو در نظر میگیرید، از متریال طبیعی هر چقدر بیشتر در سازتون استفاده شده باشه، این ساز کیفیت بالاتری رو خدمت شما ارائه میده. حتی در سازهای غربی مثل ویولون و مثل گیتار، سازهای گران قیمتشون یا سازهایی که بهترین ریکوردهای صوتی رو نوازنده باشون میگیرن، سازهایی هستن که قسمتها یا پارتهای طبیعی بیشتری درشون استفاده شده. چون برحال وقت بحث موسیقی یا صداگیری از ساز مطرح میشه، اون اپسیلون صدای با کیفیتی که سازنده ساز از ساز میگیرم، اونم باز ارزشمند و مهمه. اطلاعات کلی در مورد تعویض پردهای ساز به شما دادم، امیدوارم که بر شما مفید واقع شده باشه.